بسم النوم يا شعبي بسم النوم تحزموكم بشهامة تحزموكم بسم النوم ساعت 0 بامداد جمعه 24 آبان 1398 بنزین در ایران 3 برابر گران شد. فقیرسازی کسانی که دیگر جز فقر چیزی برای از دست دادن ندارند، یکی از اقدام‌های حکومت برای جراحی بزرگ اقتصاد و استقرار بازار آزاد بود. اقدامی که موجب شد فقیر شدگان، حاشیه‌نشینان شهری، کارگران روزمزد و فصلی، جمعیت عظیم بیکاران و بیکار شدگان همه به خیابان بیایند و گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس آن را رقم بزنند. در اعتراض به ظلم و جور نظام حاکم. رفتم. صدها شهر صحنه اعتراض بودند، اما یکی از تاثیرگذارترین اعتراضات در ماهشهر و یکی از خونین‌ترین سرکوب ها نیز در همین شهر در نیزارهای شهر جراحی یا چمران رخ داد. اما چرا اعتراضات ماهشهر اهمیت داشت؟ جهنم نیزار چگونه آغاز شد؟ 24/8 تمام راه‌های ماهشهر بسته شده. با اعلام گران شدن بنزین از همان شب جمعه 24 آبان، معترضان در ماهشهر با بستن پمپ بنزین ها و راه‌ها دست به اعتراض زدند. اعتراضات در سطح شهر ماهشهر، شهرک‌های زنجیر یا رجایی، کوره یا طالقانی، گاما یا ولیعصر، خورالغزاله یا مدنی، رمیله یا قدس، خور موسی یا بندر امام خمینی، شهر جراحی یا چمران و شهرک ممکو یا بعثت در جریان بود. همانطور که در نقشه نیز می‌بینید، وسعت زیادی از ماهشهر متشکل از شهرک‌هاست. این شهرک‌های جدا افتاده بعضاً از لحاظ بافت جمعیتی متفاوت با یکدیگرند. شهرها و شهرک‌ها در کنار هم جامعه‌ای طبقاتی را نمایندگی می‌کنند. جمعیت اغلب عرب که از ثروت صنایع پتروشیمی سهم نمیبرند در محله هایی به مراتب فقیرتر زندگی میکنند و نه تنها به امکانات رفاهی ساخت شرکت های پتروشیمی دسترسی ندارند، بلکه سهمشان از سرزمین، آب و هوا هر روز محدودتر میشود. آب آلوده است و نیز هوا و هر آن چیزی که در اینجا میروید. حتی امکان صید ماهی نیز وجود ندارد. به این ترتیب پیش از آبان 98 نه کار بود، نه آب، نه امکانات رفاهی و نه بهداشت. در آبان یک شب سوخت ارزان هم از دسترس خارج شد. فقیر شدگان راهی نمی دیدن جز اعتراض و دفاع مشروع از خود در برابر این تهاجم همه جانبه. شهر جراحی یا چمران در 10 کیلومتری شمال ماهشهر بیش از 18,000 نفر جمعیت دارد. شهری با محله‌های غبار گرفته، با مردمی که صنعت پتروشیمی برایشان فقط گرانی و فقر آورده. شهری با امکانات بهداشتی و درمانی اندک. شهری فرسوده و در حال فرسایش که چند کیلومتر آن طرفترش یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی ایران قرار دارد. شهری بدون سیستم فاضلاب شهری که همه فاضلابش به نیزارهای مجاور شهر هدایت می شود، یا آنطور که در نقشه می گویند فاضلابش به تصفیه خانه گیاهی شهر می ریزد. سرسبزی نیزار یا تصفیه خانه گیاهی در پهنه غبارآلود صنعت پتروشیمی در نگاه اول ممکن است فریبنده باشد، اما این نیزار متشکل از حوضچه‌های متعفن است که دیگر ظرفیت این توسعه پایدار را ندارند و برای مردم محله‌های مجاور بوی تعفن، آلودگی و بیماری‌های عفونی به همراه داشته است. از انتهای شمال شرقی شهر جراحی، از دورترین نقطه به نیزار، شهرک ممکو یا بعثت شروع می شود که شرکت بهره برداری پتروشیمی آن را اداره می کند. اغلب خانواده های ساکن شهرک بعثت از مدیران و کارمندان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی هستند. شهرکی تمیز، شیک و نوساز که قرار است پرستیژ صاحبان صنایع و شاغلان آن را نمایش دهد.
شهرکی که میگویند در همایش سیاست‌های مسکن شهرک نمونه از نظر مدیریت، بهره برداری و نگهداری انتخاب شده است. در جریان اعتراضات آبان 98، پمپ بنزین ابوالفضل روبروی نیزار شهرک چمران و در سراحی متصل کننده شهرک‌های بعثت و چمران به ماهشهر محل اصلی تجمع معترضان بود. معترضان در حد فاصله این پمپ بنزین و میدان بعثت حضور داشتند. راه‌های میدان بعثت که از یک طرف شهرک را به منطقه ویژه پتروشیمی و از طرف دیگر به ماهشهر وصل می‌کرد از سوی معترضان بسته شده بود. بستن راه‌های این میدان به معنای آن است که کارمندان پتروشیمی دیگر نمی‌توانند به شهرک بعثت وارد یا از آن خارج شوند. بنابر روایت‌ها در جریان اعتراضات آبان 1398 کارخانه‌های پتروشیمی برای پر کردن شیفت‌های کاری با مشکل مواجه شدند. به گفته مقامات ایران 30% ظرفیت تولید کشور در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است. بنابراین معترضان غالبا عرب توانستند با بستن راه شرکت‌ها یک اعتصاب تاثیرگذار را رقم بزنند، اعتصابی که می توانست در صورت ادامه یافتن و موفقیت هزینه سنگین به حکومت وارد کند. این تأسیسات با تو می گویند که در اینجا هیچ پدیده‌ای زاده یک اتفاق نیست. این زمین‌های آباد شده و این بناهای عظیم صنعتی به خوبی نشان می دهند که از فرصت‌های خوب چه خوب بهره گرفته اند. از روز 25 آبان نیروهای امنیتی نظامی سرکوب معترضان را با استفاده از سلاح‌های کشنده آغاز کرده بودند، اما از روز یک شنبه 26 آبان سپاه پاسداران با ادوات سنگین نظامی وارد شد و به سرعت در نقاط مختلف شهر نفربر براق و پیکاپ‌های مجهز به تیربار دوشگاه را مستقر کرد. از روز 26 آبان نیروهای سپاهی نیز در برخی مناطق ماهشهر شروع به تیراندازی به سمت معترضان کردند. دوشنبه 27 آبان سومین روزی بود که معترضان مسیرها را مسدود کرده بودند. در آن روز معترضان در بلوار دو بانده ورودی شهر چمران تلاش کردند با پرتاب سنگ جلوی پیشروی نیروهای امنیتی را بگیرند. معترضان پشت به پمپ بنزین ابوالفضل و رو به میدان قرار داشتند. سمت راست آنها نیزار بود. معترضان به تدریج به سمت پمپ بنزین و سپس از کوچه مقابل آن به سمت نیزار و شهر عقب نشینی کردند. این ویدیو سردرگمی، وحشت و کشتار معترضان در نیزار را نشان می دهد. اینجا پمپ بنزین قرار دارد و این راه به محله تنیده یا کوی عمار می رسد. اینجا نیز محل ضبط ویدیو است. هلا بي اولكم معكم الساحه 200 عارضهم ويا يا كذا وحده خليك تنون يلا عاشوا شباب تنيده اليوم اليوم يومها این یک خودروی نظامی مجهز به تیربار دوشگاه است که در اختیار نیروهای ویژه پاسدار ولایت یا نوپو قرار دارد.
در این ویدیو بیش از 400 بار صدای تیراندازی سلاح‌های نیمه سنگین شنیده می‌شود و در میدان محدود دید این دوربین دست کم 15 نفر مشاهده می‌شوند. لحظاتی در فیلم افرادی از جا برمی‌خیزند و لحظاتی بعد به زمین می‌افتند. مشخص است که برخی از آنها زخمی شدند. هنوز دقیقاً مشخص نیست چند نفر در نیزار ماهشهر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که دست کم 59 نفر از کشته شدگان نیزار شناسایی شدند. از روز اول اعتراضات اینترنت در سرتاسر ایران به مدت یک هفته قطع شد. خوزستان آخرین جایی بود که به دنیای مجازی بازگشت. خبرهای کشتار بعد از آن به ما رسید. آنچه که معترضان در جراحی موفق شدند انجام دهند و وحشتی که در حکومت برانگیخت به قصه شهرک‌های دیگر ماهشهر بی‌شباهت نیست. کشتار معترضان چه اینجا و چه در شهرک‌های دیگر تلاشی برای سرکوب مبارزه و مقاومت جوانان به خصوص بومیان این منطقه بود. اما آبان ادامه دارد. آبان یک نقطه عطف تاریخی است. در آبان مبارزات مردم در ایران عملاً از دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا عبور کرد. آبان نامی برای این گذار انقلابی است. اعتراضات آبان از دوگانه خشونت پرهیزی و خشونت طلبی نیز عبور کرد. فرزندان آبان نشان دادند که چگونه باید مقاومت کرد، چگونه باید به قلب هیولای اقتصاد شلیک کرد. مقاومت آبان الهام بخش مبارزات آینده بود. در بلوچستان در جمعه های پیاپی این شهر آبان تکرار می شود. آبان در اعتراضات و اعتصاب‌های کارگران، در تجمع‌های فرهنگیان و بازنشستگان، کارمندان و بیکاران، فقیر شدگان و کارگران روزمزد ادامه دارد. اما کشتار نیز ادامه دارد. در اجرای شدید و دقیق جراحی اقتصادی از سوی دولت رئیسی، در گتوسازی شهرها و روستاهای بومی، در میلیتاریزه کردن اقتصاد و جامعه، در جداسازی و جنگ افروزی، در جمعه خونین زاهدان. اما آبان همچنان ادامه دارد.